سلام، همین صدای منو دارن؟ عرض سلام و خسته نباشید دارم. سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می کنم. انشالله که سالی خوب سرشار از سلامتی و موفقیت براتون باشه. با تدریس درس نهم در خدمتتون هستیم. تو این جلسه ما باید یه خورده فشرده تر این درس رو بخونیم و این درس رو به دو قسمت تقسیم کردیم، یعنی حل تمرینات کتاب رو گذاشتیم برای یه جلسه بعد و مباحث جزوه رو الان با هم میخونیم. فقط من مجبورم یه خورده به خاطر تایم کلاس سریعتر تدریس کنم تا بتونیم به تمام این مباحثی که مد نظرمونه برسیم. موردی که ما باید تو این درس مرور کنیم و جز مهمترین درس های ماست اینه که این درس نهم مرور قواعد تمام درس های گذشته است. یعنی از درس یک تا حالا درس یک که یادآوری بود، از درس دو تا درس هشت هرچی در مورد فعل مضارع خوندیم اینجا کامل مرور میشه. و اگه یادتون باشه ما تو هر جلسه فعل مضارع رو کامل توضیح میدادیم، یعنی تمام صیغه های فعل مضارع و ضمیراش رو میگفتیم و بعد تو هر درس میومدیم سه تا جدا میکردیم و رو سه تا از اون فعلا زوم میکردیم و بیشتر کار میکردیم و تمریناتش رو حل میکردیم. خب من پی دی اف این درس رو آماده کردم، حالا پاورپوینتش هم هست. نیازی نیست که شما اینجا بنویسید، الان فقط کافیه که گوش کنید و فایل این درس رو در اختیارتون قرار میدیم، چه به صورت پاورپوینت و چه به صورت پی دی اف، و شما اون موقع لغات و ترجمه ها رو و حل تکالیف داخل جزوه رو میتونید از همین فایل پی دی اف کمک بگیرید و انجام بدید. پس اینجا فقط کافیه که گوش کنید و مباحث رو یاد بگیرید. مهم یادگیری کلاسیه. خب از درس و تاسه درس نهم. بخش اول در مورد لغات هستش. ما لغات رو کدگذاری میکردیم. خب دیگه الان فرصت کلاس آنلاینمون کمه. من تا جایی که بتونم کدگذاری میکنم، ولی باید سریع اینو بخونیم تا به مباحث دیگه برسیم. خب ازهار شکوفه ها، گل ها. زهر زهرت میشه شکوفه گل. ازهار جمع زهره یا زهرت میشه شکوفه گل. اسنان دندان ها، سن میشه دندان. الذین کسانی که، الذین کسانی که. شما الذین رو تو قرآن زیاد دیدید، مثلا الذی میشه کسی که، الذین کسانی که میگن یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده. ولی میشه یار، داخل کتابم یار نوشته، اولیا هم به معنی یاران نوشته شده جمعشه. مثلا میگن که ولی الله یا اولیاء الله، یعنی یاران خدا منظورشه. اما سرپرست تو فارسی هم معنی میده. ما وقتی میگیم اولیاء دانش آموزان یعنی سرپرست، ولی به این معنی هم میاد. به ما یعنی اصلش به ما بوده، یعنی به وسیله چه چیزی، به وسیله چه چیزی. بچه تو این جلسه حالا من اون چیزایی که پایین می‌نویسید رو می‌خونم، ولی سعی می‌کنیم پرسش و پاسخ نداشته باشیم. بعد تو جلسه بعدی که تمرین داریم ما پرسش و پاسخ خواهیم داشت، چون تایممون میگم خیلی محدوده. چشم بلندترم میگم چشم. تحییت یعنی تهیه، فراهم کردن. الان صدا خوبه؟ تحییت یعنی فراهم کردن، همون تهیه هم میتونیم بگیم. حسنا میشه نیکوتر، نیکو. بچه ها دقت کنید، ما توی درس‌های گذشته گفتیم که ای که آخرش نقطه داشته باشه
بعد ای خونده بشه. اما اگه آخرش نقطه نداشته باشه آ خونده میشه. الان حسنا رو ببینید، اینجا آ خونده میشه. اما کلمه فزی رو ببینید اینجا، چون نقطه داره ای خونده میشه، فزی. اما این حسنا خونده میشه. پس حسنا میشه نیکوتر، نیکو. خب این چه اسمیه؟ کلماتی که بر وزن افعل و فولامیان آخرشون تر میگیره. مثلا میگیم اکبر یعنی بزرگتر، کبرا یعنی بزرگتر برای مؤنث به کار میره، یا اصغر کوچکتر، صغرا میشه کوچکتر. پس برای مذکر و مؤنث فرق میکنه، افعل برای مذکر، فولا برای مؤنث. اینجا هم همینه، احسن یعنی نیکوتر برای مذکر، حسنا یعنی نیکوتر برای مؤنث. نیکو هم خب میشه معنی کرد، اون دیگه اگه به صورت صفت بیاد نیکو معنی میشه. خب زن میشه گناه، زن میشه گناه، جمعش میشه ذنوب، جمعش میشه ذنوب یعنی گناهان. سابه سابعت، سابه سابعت میشه هفتم. ببینید ما سبعت رو خوندیم یعنی هفت، گفتیم اعداد اگر بر وزن فاعل بیاد آخرش ام میگیره، سبعت میشه هفت، سابه میشه هفتم، آخرش ام گرفته. این ام فقط در اعداد شمارشی یا ترتیبی به کار میره، برای ساعت همین شکل اعداد میاد ولی ام دیگه نمیگیره، که تو درس دهم بهش میپردازیم. سادس سادست، خب ستت میشه شیش، سادسی که بر وزن فاعل اومده یعنی ششم. پس سادس فاعل، سادست فاعلت. پس اگر بر وزن فاعل و فاعلت بیاد آخرش ام میگیره. سجده یسجدو، سجده فعل ماضیه یعنی سجده کرد، یسجدو فعل مضارع است، سجده میکنه، برای هو هم هستش. سفرت و علمیه، سفره همون سفره بچه ها، سفره همون سفره یعنی گردش علمی. شای میشه چای، عربا حرف ش ندارن پس به جاش، ببخشید حرف چ ندارن پس به جاش بعضی اوقات ش به کار میبرن، بعضی اوقات هم سه صاد به کار میبرن. مثلا به کشور چین میگن سین، اینجا به چای میگن شای. شلال یعنی آبشار، اگه بخواید یه کد بذارید خب این شلال شبیه شلاقه، شما آب آبشار رو ببینید انگار مانند یه شلاق داره میخوره زمین، میتونید یه کد بذاریم واسش. شلالات هم جمعشه یعنی آبشارها. عشا غدا به وعده غذایی اشاره دارن، حالا زمانش هم میتونیم بگیم. عشا یعنی شام، یعنی اون وعده غذایی شام یا همون زمان شام هم میتونیم بگیم، مثلا میگیم نماز عشا. غدا یعنی نهار، غدا یعنی نهار، میتونیم یه دونه ز بذاریم بگیم غذای نهار، یه کد بذاریم واسش. آره اون کدی هم که آقای توکلی هم گفته قشنگ. خب دیگه کد گذاری بچه ها بیشتر خلاقیت خودتونه، اصلا در زبان یاد گرفتن چه انگلیسی باشه چه فارسی این روش کدگذاری همین. الان خیلی از تبلیغاتی که مثلا تو سایت های مختلف یا تو اینستاگرام هستش که بیاین زبان یاد بگیرید با این روش، بیشتر با همین روش کدگذاری دارن کار میکنن. خب غفره یغفرو، یغفرو یعنی آمرزید، میامرزن. شما کلمه غفره رو زیاد شنیدید، غفره میگن خداوند غفاره یعنی آمرزنده است، یا غفوره، غفار یعنی بسیار آمرزنده، غفور هم به همون معنی. پس غفره فعلشه یعنی آمرزید، میآمرزد یعنی کسی که طلب استغفار میکنه یعنی طلب آمرزش میکنه. میگیم استغفر الله ربی اتوب الی، یعنی از خداوند طلب آمرزش میکنی و توبه میکنی. فرشات یعنی مسواک، گفتیم عرب ها حرف چ ندارن به جا ش میارن. خب ما تو فارسی فرچه داریم، فرچه که میگن که باش حالا فرش میشورن و شبیه اون تارایی که داره، خب شبیه مسواک هم شبیه همون فرچه است. یعنی در واقع عربا دارن میگن که فرچه مسواک، فرچه‌ای که برای دندان به کار میره.
و به جای چه شه میارن؟ میگن فرشات، میشه مسواک. چی نوشته این پایین؟ نه نه، فرشات میشه مسواک، فرشات میشه مسواک. اگه لغت های دیگه هم شما شنیده، احتمالا تو لهجه های عربی خب به کار میره. ما نیازی نیست که لهجه ها رو بخونیم، ما عربی فصیح که عربی فرهیختگان و دانشگاهیان عرب زبانه رو داریم کار میکنیم، به لهجه ما کاری نداریم. تو جزوه اختیاری معمولا من لهجه ها رو هم آوردم، اونجا میتونین کار کنیم. فزی آخرش هم ای داره، میشه نقره ای. فزت میشه نقره ای، گرفته میشه نقره ای. مثلا این ای که گفتیم ای نسبت دیگه، مثلا تهران میشه تهرانی، فزی میشه فزت میشه فزی، یا ذهب میشه ذهبی یعنی طلایی. خب فطور بچه ها میشه صبحانه، شبیه افطاره، میتونیم یه کد بذاریم. مثلا ما از صبحانه در ماه رمضان دیگه صبحونه نمیخوریم، جاش افطار میخوریم. فطور یعنی صبحانه، مثل افطار، فطور افطار. محافظت یعنی استان، یعنی جایی که حفاظت شده است، محدوده استحفاظی. پس محافظت یعنی استان. مسموع از سمحه میاد یعنی مجاز، سمحه یعنی اجازه دادن، یسمحه یعنی اجازه میدهد، مسموع یعنی مجاز. مطعم یعنی غذاخوری، رستوران. گفتیم که هر کلمه‌ای که اولش میم داره، نه هر کلمه، بیشتر کلمات اولش میم داره بر وزن مفعل و مفعل میاد، مکانه. مثل مطعم یعنی محل طعام، مطاعم هم جمع میشه یعنی غذاخوری ها، رستوران. معجون الاسنان یعنی خمیردندان. در مورد اسم مکان و زمان من یه چیز بگم، وزنای مفعل، مفعل یا مفعلت فرق نمیکنه، شما دو تاشو حفظ باشید کافیه. مثلا بگید مشهد مسجد، یه دونه مسجد در شهر مشهد، جفتش میشه اسم مکان و زمان. مشهد وقتی میگیم یعنی مفعل، مسجد میگیم یعنی مفعل. حالا هر کلمه برای این وضع بیاد اسم مکان و زمانه، مثل منزل، مسکن. مسکن بر وزن مشهد دیگه، مفعله. مسجد بر وزن منزل میشه مفعل، یعنی محل سجده، محل شهادت، یا زمان شهادت هم میشه. معجون و اسنان، اسنان که میشه دندانها، اینجا گفتیم. معجون هم یه معجونی درست کردن میخوان بمالن به دندونا، خب میشه خمیر دندون دیگه. معجون و اسنان یعنی خمیر دندون. ملعب یعنی محل بازی، همین چیزی که الان گفتیم. مطعم اسم مکانه، ملعب مفعل یعنی محل بازی، میشه زمین بازی ورزشگاه. ملاعب هم میشه زمین های بازی، جمعش ورزشگاه ها. منشفت هم میشه حوله، باید حفظش کنه. خب بریم صفحه بعد. ببینید بچه صفحه بعد تو جزوه هم داریم در مورد ریشه ها، هم خانواده ها، مفرد، جمع، مترادف، متضاد بحث میکنه. من یه خورده دیگه تون میگم، میگم به خاطر محدودیت زمانی، چون میخوام به بحث قواعد و ترجمه سریع برسیم تو این جلسه. حالا تو فیلمی که واسهتون یا تو سایت میذاریم یا میفرستیم تو کانال، اونو در اختیار آقای گودرزی قرار میدیم، اونجا یه خورده شمرده تر هم این درس رو توضیح میدیم. قدم جمعش میشه اقدام، یعنی شما هم باید مفرد و بلد باشید هم جمع. میگم اقدام، مفردش چی میشه؟ میگین قدم. نیت میشه نیات، جمع نیت میشه نیات، مفرد نیات چی میشه؟ میگین نیت. نجم میشه نجوم، مفرد نجوم نجم، یعنی شما باید هر دو صورتش رو بلد باشید. زهرت یا زهر میشه ازهار. مطعم میشه مطاعم. ملعب میشه ملاعب جمعش. سفینت یعنی کشتی، جمعش میشه سفائن. سن میشه دندان، جمعش میشه اسنان. اسنان مفردش چی میشه؟ میشه سن. سفائن مفردش چی میشه؟ میشه سفینت. ولی جمعش میشه اولیا، برعکسش هم باید بلد باشید. اسم جمعش میشه اسما، برعکسش رو باید بلد باشید. زن میشه زنوب، برعکسش رو باید بلد باشید. شلال میشه شلالات، برعکسش رو باید بلد باشید. پس بچه این زنب و زنوب رو دقت کنید. زنب جمعش میشه زنوب. آخه تو بعضی واژه هستش، مثلا زنائب اومده. زنائب به معنی اصلا گناه نیست،
تو کلاس دهم ان شاءالله میخونید فکر کنم، به معنی دومه. دوم حیوانو میگن زنب، جمعش میشه زنائب، اما زنب میشه زنوب. خلف میشه الان مترادفا رو میخوایم بخونیم، خلف میشه پشت، ورا هم میشه پشت. این هم کد گذاری کرده بودیم، گفته بودیم که ماورا یعنی ماورا علم چه پشت سر علمه. خلف هم گفته بودیم که در موردش برخلاف یه چیزی. پس خلف و ورا میشه پشت، مساوی هم. بارد میشه سرد، هار میشه گرم. بارد از برودت میاد، برودت هوا یعنی سرمای هوا. هار از حرارت میاد یعنی گرمای هوا. پس بارد و هار متضاد همن. ما هم یه دونه مساوی گذاشتیم، روی خط کشیدیم. عشا غدا، عشا میشه شب یا شام، غدا میشه نهار. اینا نمیشه در واقع متضاد باشن. چرا نگیم فطور و عشا، مثلا صبحانه و شام با هم اینا متضاد نیستن. حالا این شکل ما نوشتیم فقط به کار رفته، در واقع متضاد نیستن، ولی بعضی کتابا به کار بردن. اخوت و اخوات هم گفتیم. اخوت یعنی برادران، این تته مؤنث نیست، اینو دقت کنید. برادران، اخوات یعنی خواهران. اخوات یعنی خواهران. پایین نوشته یعنی بذار من بخونم پایینو. برای شلال گفت نه دیگه، ببینید شلال رو گفتیم دیگه، شلالات دیگه، اینجا جمعش آوردیم. اون کدو داری میگی، خب درست. مسموح بچه میشه مجاز، غیر مسموح میشه غیر مجاز. لکه میشه برای تو، علیکه میشه بر ضد تو، اون میشه به نفع تو، به سود تو، اون میشه به ضرر تو. فوق میشه بالا، تحت میشه پایین. امام میشه روبرو، خلف میشه پشت سر. اینا هم متضادن. پس بچه ها دقت داشته باشید اینجا که اینا رو تو امتحان درست بنویسید. مبحث بعدی که من میخوام سریعتر بهش برسم، قرائت درس. خب شما فقط اینجا ترجمه درس رو دقت کنید. من لغت به لغت ترجمه میکنم، خط به خط ترجمه میکنم، بعد ترجمه کلش رو میگم. بعد شما نمیخواد الان بنویسید، فقط از رو جزوه‌ای که بعد دوستتون میفرستین اینا رو وارد جزوه اصلی خودتون کنید. صدا رو الان خب زیادتر میکنم. خب طالب سفرت العلمیه، گردش علمی، خوندن رو دقت کنید. طالبات المدرسه مسروراتون، طالبات المدرسه مسروراتون، لانهن سوف يذهب لسفره علميه من شیراز الى یاسوج. طالبات المدرسه مسروراتون، لانهن سوف يذهب لسفره علميه من شیراز الى یاسوج. میگه دانش آموزان، طالبات آورده منظور دخترن، جمع مؤنث آورده. میگه دانش آموزان مدرسه، الان صدا بهتره؟ میگه دانش آموزان مدرسه شادن، خوشحالن، زیرا که برای گردش علمی از شیراز به یاسوج خواهند رفت. سوف یذهب و خواهند رفت. پس من یه بار لغت به لغت گفتم، تو ترجمه صحیح ما باید فعل آخر بیاد. ببینید سوف یذهبوی که اینجا نوشته شده تو فارسی خواهند رفت و آخر می نویسن. شما هم سعی کنید تو ترجمه بچه آخر بنویسید. گفتیم یکی از دلایلی که ما اصلا زبان عربی یاد میگیریم اینه که زبان فارسی خودمون رو تقویت کنیم و حتی الامکان تا جایی که میتونیم لغات فارسی درست به کار ببریم. مثلا به جای علم بگیم دانش، به جای عقل بگیم خرد، به جای عاقل بگیم خردمند. سعی کنیم زبان فارسی خودمون رو تقویت کنیم. دلیل یادگیریمون همینه. و یکی از دلایل یادگیری هم گفتیم که چون زبان قرآن و احادیثمونه و دین ما اسلامه، ما باید اینا رو هم بلد باشیم. حالا دلایل دیگر هم که گفتیم، همسایه‌های ما عرب زبانن و اینا، بماند دیگه. خب المدیرتو سنذهب الى سفرة علمية يوم الخميس في الاسبوع القادم. ببین في الاسبوع یه دونه الف اینجا کمه، تو تایپ احتمالاً من حواسم نبوده افتاده، یه دونه الف شما اینجا اضافه کنید. المدیرتو سنذهب الى سفرة علمية
یوم الخمیس فی الاسبوع القادم علیکن به مراعات بعض الامور. مدیر خانم مدیر، ببینید چون دانش آموزا دختر بودن، مدیر مدرسه هم ته گرفته، یعنی خانومه. خانم مدیر میگه که خواهیم رفت به گردشی علمی روز پنجشنبه در هفته آینده. این لغت به لغتش بود. ببینید من با موسم اشاره میکنم، لغت به لغت میرم جلو. خواهیم رفت به گردش علمی روز پنجشنبه در هفته آینده. خب ترجمه درستش میشه پنجشنبه هفته آینده به گردش علمی خواهیم رفت. علیکن یعنی باید، واجب است بر شما. به مراعات بعض الامور، رعایت کردن بعضی کارها، یعنی شما باید بعضی کارها را رعایت کنید، برخی کارها را رعایت کنید. خب ببینید اینجا بعضو که تو فارسی میگیم برخی معنی کردیم، یعنی تا جایی که میتونیم فارسی معنی کنیم. تهیه، خب ما تو فارسی هم میگیم تهیه، خب ما فراهم معنی کردیم. تهیه الملابس المناسبه، آخرش گفتم مناسبه چون وقف کردم، منا توقف کردم دیگه، تشو نمیگیم. تحییت الملابس المناسبه لان جو فی یاسوج باردون، میگه فراهم کردن لباس های مناسب زیرا هوا در یاسوج سرد است. گفتیم این تنوین آخر گاهی به معنی ای و گاهی به معنی است. اگه وسط جمله بر روی اسمی بیاد مثل سفرتن، این گردشی علمی، اما اگه آخر بده معنی است، جمله رو تموم میکنه. پس هزیرا هوا در یاسوج سرد است، این استی که میبینید اینجا این تنوین است. تحییت و من شفت صغیرت و کبیرت و فرشات و معجون اسنان، که دیگه این تنوین رو نمیخونیم. تحییت و من شفت صغیرت و کبیرت و فرشات و معجون اسنان، میگه فراهم کردن حوله. خب اینجا یه دونه ای بگیم کافیه. تهیه فراهم کردن حوله کوچک و بزرگ و مسواک و خمیر دندان. حضور، الحضور فی ساحت المدرسه فی ساعت السابعه صباحا، میگه حضور در میدان، در حیات مدرسه، ساعت به معنی میدانم بود دیگه، حضور در حیات مدرسه در ساعت 7 صبح. در مورد ساعت درس دهم ما بحث میکنیم، میگیم ببینید سابعت با اعداد ترتیبی اومده، اگه غیر ساعت بود ما میگفتیم، میگفتیم هفتم، اما تو ساعت دیگه اومشو نمیگیم. خب حضور در حیات مدرسه در ساعت 7 صبح. الطالبات و یسالن المدیر، طالبات یعنی دانش آموزان، زمیرش میشه هنه، فعلشو یسالن آورده که توی همین درس میخونیم. میگه دانش آموزان از مدیر میپرسند، الاولا اولین نفر، چون دخترن دیگه اول نمیگیم، مؤنث اولا میاریم، الاولا اولی میپرسه، یا سیدتی الی این نذهب، میگه ای خانم، منظور خانم مدیر، به کجا میرویم؟ الی این نذهب، نذهب برای نحنوه، به کجا میرویم؟ المدیرتو میگه که الی یاسوج و حولها، میگه اطراف یاسوج، به یاسوج و پیرامونش، یعنی اطرافش. هول که گفتیم دیگه، لغت هول میشد همون هول و هوش، هول و هوشی که میگیم حوالی، اطراف، همین هوله. خب ما از اطراف استفاده میکنیم، یا پیرامون فارسی تره. میگه به یاسوج و پیرامونش یا اطرافش. فی هذا المحافظة قابات و انهار و ازهار و بساتین و عیون و شلالات و جمیله. فی هذه المحافظة قابات و انهار و ازهار و بساتین و عیون و شلالات و جمیله. بساتین و اگه تنوین نگرفته، خب دلیلی داره که ربطی به ما نداره، برای پایه‌های بالاتره که میگن غیر منصرف، کاری نداریم. فی هذه المحافظه، در این استان، جنگل ها، رودخانه ها، گل ها، باغ ها، چشمه ها و آبشارهای زیبایی است. یعنی این ای که برای این تنوین ها بود پس یه دونه آوردیم و تنوین آخرم است معنی کردیم.
پس این تنوین ها رو ای معنی میکنیم، یه دونه ای به آخر قشنگی اضافه کردیم. و برای جمیلت هم است آوردیم، آخرش رو است آوردیم. خب فی هاذا الما صفحه بعد از ثانیتو یعنی نفر دوم داره میپرسه کم یومن نبقا، چند روز میمانیم. کم یومن نبقا، چند روز میمانیم. المدیرتو یعنی خانم مدیر میگه که سلاست ایامه. در مورد اعداد من بهتون توضیح دادم، از اعداد 3 تا 10 صدا قطع و وصل میشه؟ الان خوبه؟ اعداد 3 تا 10 ما معدودش رو باید به صورت جمع بیاریم. به صورت جمع یعنی دیگه نمیگیم سلاست یومن، میگیم سلاست ایامن. مثلا قلم بود میگیم سلاست اقلامن. بچه ها صدا دارید همتون؟ خب اکثریت دارم، پس از کامپیوتر خودت باید باشه، از هدفون خودته، یه چک بکن. خب خانم مدیر میگه که سلاست ایامن، 3 روز از پنجشنبه تا شنبه. الا رو حتی معنی کرده، تا میخواد بگه از پنجشنبه الا شنبه دیگه. خب ما الا رو تو فارسی هم به کار میبریم. از سال ست و سومین نفر میگه متا نرجع، و چه موقع برمیگردیم. مدیر میگه که خانم مدیر میگه که صباح یوم الاحد فی ساعت صابحه، میگه صبح روز یک شنبه، صبح روز یک شنبه در ساعت 7. خب دیگه الان وقت نمیشه، اونو من واسه میفرستم، هم تو تدریس ضبط شده هم واسه میفرستم اونجا هم، چون دیگه وقت نمیشه من برگردم اسلاید قبلی رو یه بار دیگه بگم. خب صباح یوم الاحد فی ساعت صابحه، میگه که صبح روز یک شنبه در ساعت 7. اگه آخرش وقت آوردم، اضافه آوردم، برمیگردم میگم بازم. الرابعتو چهارمین نفر میگه که به من از حب و اله هناکه، میگه به وسیله چه چیزی به آنجا میرویم، با چه وسیله به آنجا میرویم. المدیرتو خانم مدیر میگه که بالحافله، به وسیله اتوبوس یا با اتوبوس. الخامسه پنجمین نفر میگه که اینا ناكل الفطوره والغداء والعشاء. گفتین فعلا رو دیگه به ال نچسبونید، الشو جدا بگید، اسم اگه بود به ال میچسبید. اینا ناكل الفطوره والغداء والعشاء، میگه کجا صبحونه و نهار و شام میخوریم. المدیرتو میگه فی مطعم نظیف و جید، میگه در رستورانی تمیز و بسیار خوب. جید همون اوکی دیگه، اوکی انگلیسی یعنی بسیار خوب. از سادستو ششمین نفر میگه که حل الجوالو، ببین حلو چسبوندم به ال، حل الجوالو مسموح لنا، آیا موبایل یا تلفن همراه برای ما مجاز است. المدیرتو میگه نعم، میگه بله. از سابعت و هفتمین نفر میگه اینا نبقا للاستراحه، کجا برای استراحت میمانیم. نبقا یعنی باقی میمانیم. المدیرتو میگه فی فندق المعلمین، میگه در هتل معلمین، یا میتونیم بگیم استاد سرا یا خانه معلم، فرق نمیکنه، در هتلی که مخصوص معلم هاست. هشتمین نفر میگه که از سامنت هل هناک ملعبون، آیا آنجا زمین بازی هست، ورزشگاه هست. خانم مدیر میگه که بله، 3 تا زمین وجود داره. ببینید بعد 3 ملاعب آورده، جمع آورده، مثل همین ایامی که اینجا گفتیم، اینو باز دقت داشته باشید. فرح الجمیع و فرح الجمیع و لحاظ سفرت جمیله، میگه برای این گردش علمی همگی خوشحال شدن. چی گفته؟ خب من نتونستم این پایین رو بخونم.
میریم بخش بعدی، بخش قواعد. یکی مونده به آخر رو بگم، یکی مونده به آخر کدوم؟ از سامنتو هل هناک ملعبون، میگه هشتمین نفر میگه آیا آنجا زمین بازی هستش؟ خانم مدیر میگه که بله، سه تا زمین بازی هستش. هل هناک ملعبون؟ نعم ثلاثه ملاعب. بخش قواعد بچه ها، ما قواعد فعل مضارع رو کامل در جلسات قبل گفتیم، ولی قرار شد که تو هر درس چند تاشو مجدد جداگانه بررسی کنیم. ببینید برای هم، هنه، هما و همای مؤنث، اینایی که ه دارن، ما باید یه بیاریم اولش، فقط یه دونه ت میگیریم. خب فعل رو که واسه همه مینویسیم، شما به جای فعل که اینجا هستش میتونید ذهب بذارید، کتب بذارید، نصر بذارید، جعل بذارید، هر فعلی که دوست دارید میتونید این وسط قرار بدید. خب به اولش یه یا ت میدیم، این به معنی میه، میه مزاره. مثلا وقتی میگیم یذهبونه، خب یا یذهبو، این میه یعنی میرود. این اونه، نه آنه، اون اند یا اون شناسه ای که آخر فعل میارید. مثلا میگید آنها میروند، اون ندی که آخر فعل میاد همین قرمز است که اینجا نوشتیم. پس ی به اضافه فعل به اضافه اونه میشه یفعلونه. یفعلونه برای هم میاد، ضمیر هم بعد آخرش اونه بگیره، میشه یفعلونه، میشه انجام میدهند، یعنی ایشان. هنه یفعلنه، یعنی اولش رو یه دادیم که خود فعله، این نون هنه رو آوردیم آخر گذاشتیم. چرا برای بقیه نگفتیم؟ چرا برای بقیه نگفتیم که نون، برای هنه گفتیم نون ضمیر؟ چون این نونی که اینجا هستش تو سالهای بعد میخونید با این نونای دیگه فرق میکنه، این نون نون ضمیره، همین از این نون هنه برداشتیم گذاشتیم اینجا. پس یفعلنه برای هنه به کار میره، یفعلونه برای هم به کار میره. هما آنه میگیره آخرش، میشه یفعلانه. و همای مؤنث چون میخوایم با این بالای فرق داشته باشه، ت میگیره، میشه تفعلانه. خب ما تو در جلسات قبل خوندیم که برای انتما، انتم، انتونم همین شکل مینویسی، فقط ت میذاریم، یعنی برای هم یفعلونه، برای انتم میگفتیم تفعلونه، برای هنه یفعلنه، برای انتونه میگفتیم تفعلنه، برای هما میگیم یفعلانه، برای انتما میگفتیم تفعلانه. فقط همای مؤنث اینجا تفعلانه میاد، انتما تفعلانه میاد، همای مذکر یفعلانه میاد. اینا رو دقت داشته باشید. خب میریم اسلاید بعدی. اینو تو جزئیاتون زیاد دیدید و همیشه هم از من میپرسید آقا این به چه دردی میخوره. ببینید کاربرد قواعده، یعنی همین قواعدی که اینجا خوندیم و باید تو کتابمون یا تو جزامون به کار ببریم، تو در قالب جمله یاد بگیریم. خب ببینید الان ماذا یفعلونه اینجا میبینید، خب ما اینو اینجا خوندیم دیگه، الان داریم اینو رو به کار میبریم. میگه ماذا یفعلونه، ماذا یفعلونه، میگه این آقایون دارن چیکار میکنن، ایشان دارن چیکار میکنن. میگه هم یسمعون القرآن، میگه آنها به قرآن گوش میکنن. شما به یسمعونه دقت کنید، من این سمعه رو این رنگی نوشتم، خب فعله رو هم این رنگی نوشتم، یعنی به جای فعله سمعه قرار دادیم. این یه رو اولش گذاشتیم، اون رو هم آخرش. هر فعلی اینجا قرار بگیره با همین فرمول ساخته میشه، یفعلونه، یسمعونه، یذهبونه، یکتبونه، فرق نمیکنه. شما هر فعلی خواستیم بسازید فقط به جای فعله یه و اونه باید بذارید، بهش اضافه کنید، به جای فعله فعل بذارید و سمعه بذارید، باید اونا رو اضافه کنید. ماذا یفعلن، آنها چه کار میکنن؟ منظور این خانومایی که اینجا جمع شدن، میگه هنه یسمعن قرآنه، میگه آنها به قرآن گوش میکنن. پس اینم همین شکل ساخته شد، به جای فعله هر فعلی میتونید قرار بدید. مثال بعدی در مورد ما، برای هماس، ما یفعلانه، یعنی آن دو نفر چه کار میکنن، آن دوتا مرد. هما یجمعان الازهار، میگه آن دو یا آنها دارن شکوفه ها یا گل ها رو جمع میکنن. خب این یجمعانه رو چجوری ساختیم؟ این یفعلانه به جای فعلت جمعه گذاشتیم،
جمع فعل یه آنه یه آنه. مازا تفعلانه، آن دوتا زن دارن چی کار میکنن؟ ببین اینجا یفعلانه بود، اینجا تفعلانه، این برای مذکر بود، این برای مؤنث، که اون بالا هم گفتیم. میگه هما تجمعان ورق و شای، میگه آن دو دارن برگ چای جمع میکنن، آن دو جمع برگ چای جمع میکنن. خب بعدی میگه کیفه یخرج الولد من الصف، این خب برای بحث مکالمه است فکر کنم. خب میگه کودک چطور از کلاس خارج می شود؟ میگه شتابان یا سری خارج می شود. میگه دانش آموز چگونه سوال می پرسد؟ میگه با خوشحالی می پرسد. حالا با این مبحث ما کاری نداریم فعلا. در اینجا ما فعلهایی که خونده بودیم و یه بار کامل بررسی می کنیم. ببینید بچه ها، داخل کتاب فعل رو میارن بر اساس اسلوب فارسی به ما یاد میدن، چیزی که آموزش پرورش خواسته. میگه من تو او ما شما ایشان شما یاد بگیرید، ولی من تو جزوه بر اساس اسلوب عربی بهتون درس دادم. چرا؟ چون شما تو آزمون هایی که در پیش رو دارید، چه آزمون های مثلا خصوصی خودتون باشه مثل مرآت و چیزای دیگه باشه، چه آزمون های کنکور باشه، شما با اسلوب عربی هو و هما هم هی هما هن سر و کار دارید. خب اما ما چون برای اینکه به حرف کتابم گوش کرده باشیم یه بار اینو توضیح میدیم. ببینید انا یعنی من، انت یعنی تو، هوا یعنی او، یعنی من تو او، نحنو یعنی ما، انتم انتون انتما یعنی شما، هم و نه هما یعنی ایشان، میشه من تو او ما شما ایشان. خب گفتیم که برای انا همزه میذاریم، انا اجلسو، برای انت ت میذاریم اولش تجلسو، برای انت تجلسین، اینو درس قبل خوندیم. برای هوا یه میاریم، برای یه ت میاریم، یجلسو تجلسو، یعنی اون می نشینن. برای نحنو نمیاریم، میشه نجلسو، برای انتم هم ته میاریم و آخرش اونه اون آنه گفتیم الان، و برای هما هنم الان توضیح دادیم دیگه، قواعد این درسمون بود، یعنی یجلسو یجلسو نه و یجلسان و تجلسان. اینا تو آخر کتاب درس نهم، آخر درس نهمتون هست، تو بحث تمرین ها تو جلسات بحث، بعد روی اینا هم مانوف خواهیم داد. خب این هم مثالاشه، انا اکتوب و واجبی، انت تکتوب و واجبه، که انت تکتوبی نواجبه، که این هم تو همون بحث آخر کتاب هستش. چیزی که برای ما مهمه این جدول، بچه ها داخل جزوهتون این جدول هستش، تمام فعلهایی که ما الان گفتیم از فعل مضارع قواعد درس کلاس هشتم اینجا جمع شده. شما باید اینا رو بر اساس این ترتیب حفظ کنید، هو و هما هم، هی هما هن، نه انت انتما انتما انت انتما انتون، نه نحنو، باید این شکلی فعلش رو حفظ باشید. خیلی از شما این فعلا رو حفظ بودید، نظیر آقای توکلی و خیلی از بچه های دیگه که اومدن برای من خوندن این فعلا رو گفتن. حالا من اسم بردم، مثلا آقای افرادی که بودن، قرار شد من نمراتشون رو بهشون بدم، مثل آقای رفیعیان، چند نفر بودن که واسه من اینا رو گفتن و قرار بود که این افراد فعلا رو حفظ کنن. حالا در ایامی که انشالله بتونیم در مدرسه حضور داشته باشیم، این فعلا رو بتونیم پشت سر هم بگید، نمرش به شما داده میشه. یفعل و یفعلانه، یفعلون، تفعل و تفعلانه، یفعلن، تفعل و تفعلانه، تفعلون، تفعلین، تفعلانه، تفعلن، افعل و نفعل. در بخش تکالیف که در انتهای همین جزء من توضیح میدم، از این جدول ما باید به صورت دستنویس یک کارت بسازیم که در انتهای جزء، در انتهای کلاس، در بخش تکالیف من توضیحش رو میدم. پس این جدول مهمترین بخش قواعدمونه. ببینیم صفحه بعد بخش مکالمه است، یادگیری 100 فعل عربی هستش. بچه ما در هر درس 10 تا فعل خوندیم، یعنی الان که درس 9 هستیم 90 تا فعل رو یاد گرفتیم. گفتیم این 100 فعل عربی اجبار نیست، اما افرادی که این 100 تا فعل عربی رو یاد بگیرن و بتونن بیان کنن، حفظی جواب بدن، قرار شد ما یک نمره‌ای به اونا بدیم. پس این اجبار نیست، پس اینو شما یاد بگیرید. میخوام یه بار میخونم، اتصالات، یعنی تماس گرفت، تلفن زد، تعب من، خسته شد از
درس یعنی درس خواند وصل الا رسید به نادی صدا کرد لعب مع بازی کرد با وقع علا امضا کرد حالا توشی هم میگن امضا نزل بارید احتاج الا احتیاج داشت جعل وضع قرار داد این فعلا اجبار نیست حفظ کردنش اما در سالهای آینده در کلاس نهم شما به اینا نیاز پیدا میکنید به خاطر همین من تو هر درس 10 تا قرار دادم تا شما بتونید راحت در این ایام یاد بگیرید بخش مکالمه در واقع داخل کتاب داخل جزوتون هست کیف حال الوالدین میگه حال پدر و مادر چطور است من این متن پی دی اف رو میدم شما ترجمه هاشو میتونید بعدا بنویسید لماذا انت هنا میگه برای چه شما اینجایی هل عندك معجم العربیه آیا فرهنگ لغت عربی داری الی این ذهبت فی ایام نوروز میگه در روزای در ایام نوروز کجا رفتی هیچ جا نرفتیم اما مدینت کرج بعیدتون از تهران میگه آیا شهر کرج از تهران دور است خب پایین نوشته چی اینو از آقای گودرزی بپرسید نمیدونم خب الا این ذهبت فی ایام نوروز میگه در ایام نوروز به کجا رفتی؟ مدینه تو کرج بعیده تو ان تهران آیا شهر کرج از تهران دور است؟ هل اندک قلم الازرق؟ نعم اندی میگه آیا قلم آبی داری؟ میگه بله خب بچه ها اون پایین که گفته نام وسایل بهداشتی دیگه نیازی نیست ما تو بحث پژوهشی روزنامه دیواری اینا که ساختیم منظورمون تو همون قسمت ها بود پس دیگه با اون بحث وسایل بهداشتی کاری نداریم اگه خودتون خواستین میتونین برین چون درس در مورد مسواک و خمیر دندون و چیزاست میتونین برین وسایل بهداشتی رو بررسی کنید این مکالمه ها رو بچه ها باید ببینید چند تاست 1, 2, 3, 4, 5, 6 داخل برگه هایی رو این شکلی بنویسید اگه تو جزوه نیست خودتون برگه هایی رو این شکلی ببرید و بنویسید من نوشتم این شکلی شده میشه کیف الحال الوالدین که جوابش هم واسه تون نوشتم پس این 6 تایی که این بالا خوندیم و من تو این 6 تا نوشتم 1, 2, 3, 4, 5, 6 اما این ستای آخر چیه؟ از داخل درس سه تا مکالمه برداشتم اینجا نوشتم پس اینم جزء تکالیفتونه از داخل درس به من نسحب و اله هناکه میگه به وسیله چه چیزی به آنجا میرویم بالحافله به اتوبوس به وسیله اتوبوس یا به سیاره میتونه بنویسید عینا نبقال الاستراحه کجا برای استراحت میستیم میگه فی فندق هل جوال و مسمون لنا میگه نه آیا تلفن همراه برای ما مجاز است میگه بله پس این ستای آخری مکالمه رو من از داخل درس متن درس برداشتم اما این 6 تا در واقع همیناست پس شما علاوه بر این که گفتم این جدول رو یک کارت تهیه میکنید از این مکالمه هم باید فلش کارت تهیه کنید. بخش بعدی فن ترجمه هستش که داخل کتاب نوشته شده. من این پایین رو نتونستم بخونم. آقای سجودی نوشتم من نتونستم بخونم. حالا من ادامه درس رو میگم حالا وقت کردم اونم. خب همه صدا دارن که مشکلی که نیست. خب. خب ادامه رو میگیم. فن ترجمه گاهی کلمه ل و ل به معنی برای یا انده به معنی نزد هستش. اما ما تو این درس یاد میگیریم که همه رو دارم داری اینا ترجمه کنیم. مثلا مثالاش حالا تو اسلاید بعدی میبینیم. میگه حرف ل بعد ضمیر متصل ل نوشته میشه. مثلا لهو رو باید لهو بنویسیم. خب الان مثال اینا رو من تو اسلاید بعدی بهتون میگم. ببینید لله اسماء الحسنا دیگه نمیگیم برای خدا اسم های نیکویی است میگیم خداوند نام های نیکو دارد
یعنی ل رو دارد ترجمه کردیم. این قواعد بالای فن ترجمه هم داره همین رو به ما میگه، میگه ل و لا و انده رو دارد ترجمه کنیم. ل امی خاتمون فزی، دیگه نمیگیم برای مادرم انگشتری طلایی است، اینو دیگه تو امتحان ننویسید، بگیم مادرم انگشتری نقره ای دارد، پس ل رو دارد ترجمه کردیم. لنا مکتبتون، برای ما کتابخانه ای است، غلطه، کتابخانه ای داریم. لهم حدیقتون جمیلتون، باغ زیبایی دارند. عندکم بیتون کبیر، نگید نزد شما خانه بزرگ است، بگید خانه بزرگی دارید. پس تو امتحان بچه این شکلی بنویسید. عندک ازهار جمیلتون، گلهای زیبایی داری، عندک میشه داری. خب بخش بعدی بخش سخنان حکیمانه هستش. تو جزوه شما ما اینو حذف کردیم، داخل جزوه شما سخنان حکیمانه نیست، اما این فایل پی دی افی که به شما داده میشه، شما از روی همین فایل پی دی اف این سخنان حکیمانه رو فلش کارت تهیه میکنید. اینجا باید بنویسید ید الله مع جماعت، دست خدا با جماعت است. از تجربتو فوق العلم، تجربه برتر از علم است. خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است. لسان المقصر قصیر، زبان تقصیر کار کوتاه است. الغریب من لیس له الحبیب، میگه غریب کسی است که دوستی ندارد. تمام این سخنان حکیمانه که از کتاب شما از جزء شما حذف شده تو کتاب پایه هفتمتون بوده. من اینو داخل این فایل پی دی اف یا داخل اون پاورپوینتی که واسه تون میفرستم همین شکلی که مشاهده میکنید براتون ارسال میشه و شما باید شکل همین فلش کارت تهیه کنید که من تهیه کردم این شکلی، من تکلیفم رو انجام دادم. ید الله مع جماعة، تجربت و فقا، این 6 تاشو برداشتم، 5 تاشو ببخشید، 5 تاشو برداشتم، اینجا 5 تا بود دیگه، 1 2 3 4 5، این 5 تا رو من برداشتم فلش کارت تهیه کردم. این یه دونه رو از کجا برداشتم؟ از این فن ترجمه برداشتم، لله اسماء الحسنا. این یه دونه رو برداشتم اینجا نوشتم، اون ستای آخرم خالی بود، اشکال نداره. خب بخش تکلیف عربی، بخش آزمون عربی دیگه مربوط به شما نمیشه بچه. چرا؟ چون این تکراری درس قبله. چرا من اینو تو درس نو آورده بودم؟ چون این درس، درس طولانی که بود همه قواعد رو داشت مرور میکرد، معمولا در ایام کلاسی که حضوری میومدیم خدمتتون، این دوتا درس با هم تدریس میشد، یعنی یک تکلیف بهشون داده میشد. بچه ها تکلیف ها رو نصف درس هشتم حل میکردن و نصف درس نهم. حالا افرادی که تکلیف درس هشتم رو حل کردن دیگه نیازی نیست اینو حل کنن، میتونن تو جزوه هم حتی روش خط بکشن، چون همون تکرار همون درس هشتمه. در مورد حل تکالیف بهتون بگم بچه ها، شما این تکالیف رو که میفرستید این تکالیف چک میشه. من به دقت، تایم زیاد دارم، وقت زیاد دارم، من به دقت این تکالیف رو چک میکنم، دونه دونه بررسی میکنم. افرادی که غلط نوشته باشن ناقص میزنم، افرادی که درست نوشته باشن یا کامل انجام داده باشن کامل میزنم. پس این تکالیف رو که بهتون گفته میشه در آخر جزوه حتما انجام بدید، تو سایت بفرستین برای من. یه سری از افراد کم لطفی میکنن، حالا نه تنها نقص تکلیف، اصلا تکلیف نمیفرستن، من عدم انجام واسه شون میزنم. اونایی که هفته پیش، یعنی در جلسه پیش این تکلیف رو انجام نداده بودن، اینو انجام بدن. ما اینو تو آزمون آنلاین، تو تکلیف آنلاین هفته جلسه پیش کار کردیم. پس شما افرادی که انجام دادین دیگه نیازی نیست اینا رو حل کنید. توضیحی بدم؟ ببخش. خب پس تکلیفمون چی میشه؟ تکلیف ما میشه همون چیزایی که در طول تدریس گفتیم. ببینید بعضی از بخش تکلیفشون برای من ارسال کردن که من هنوز برای بله ارسال نکردم. بله اینا رو من برای شما ارسال میکنم، اون مشکل برطرف بشه. نه نه، اون بحث قبل جلسه آنلاین رو دارم میگم آقای درزی. اون جلسه آنلاینی که اومدیم یه سری نقص تکلیف داشتن، همین صفحات رو حل نکرده بودن. بحث عید که جدا بود که شما لطف کردید. آره آره،
من حتی اومدم این تو شما بعد بحث از عید که آنلاین، تو رویه‌مون کلاس میاد، شما آنلاین روزانه چک میکنید قبل بچه‌ها عید این کدومی تکالیف رو فرستادن، حل بعد کردم. یه این همون یک دو تکالیف هم مشکل تکراری دارن اونا واسه من میفرستن، ولی جلسه بقیه قبل. بچه‌ها موظفن که همه تو سایت بارگذاری کنن. دست آره دست شما در نکنم، ممنون از شما، ممنون از شما. الان تکالیف این هفته رو کامل دیگه برای بچه ها توضیح میدم که هیچ شبهه ای نباشه. ببینید شما باید از بخش لغاتی که من ترجمه کردم لغات جزوه رو بنویسید. متن درس رو که ترجمه کردم، این دانش آموزایی که میخواستن گردش علمی برن ترجمهش رو بنویسید. یعنی همین فایل پی دی افی که میدیم شما ترجمهش رو تو جزوه مینویسید، از دستخط خودتون عکس میگیرید. فایل پی دی اف عکس نگیرید واسه من بفرستید، اینا رو من انجام دادم. شما باید با دستخط خودتون بنویسید عکس بگیرید. بحث مکالمه که گفتیم فلش کارت تهیه میکنید، 6 تا مکالمه جزوه بود، 3 تا از متن درس برمی داشتید. سخنان حکیمانه هم که واسه تون میفرستیم داخل همین جزوه که همین بالا الان توضیح دادم، اینجا هم شما سخنان حکیمانه رو به عنوان تکلیف فلش کارت تهیه میکنید. اون جدولی هم که گفتم مهمه، قواعد باید حفظ باشید، اونم به صورت دستنویس یک کارت تهیه میکنید و حفظ میکنید. بچه ها تمرینات کتاب این درس رو دیگه نمیخواد حل کنید. تمرینات کتاب رو من جلسه بعد به صورت آنلاین یا ضبط شده حل میکنم براتون. پس تکالیف ما این بخش ها شد. یه بار دیگه تو اسلاید بعدی من تکالیف رو بهتون میگم. معنی لغات درس نهم در جدول لغات جزوه نوشته شود. ترجمه درس نهم که ترجمه کردیم در داخل جزوه نوشته شود. از بخش مکالمه داخل جزوه و متن درس فلش کارت تهیه شود. چون 9 تا بود. از بخش سخنان حکیمانه که داخل جزوه نیست و ما تو این فایل پی دی اف یا پاورپوینت واسه تون میفرستیم فلش کارت تهیه شود. جدول قواعد فعل مضارعی که بهتون گفتیم یک برگ نوشته بشه با دستخط خودتون و این جدول مکالمه، این جدول قواعد رو حتما حفظ کنید. پس کدوم جدول بود؟ این جدولی که این بالا اینجا گفتیم، این جدول، این جدول خیلی مهمه. جدول لغات هم که این بود، این لغات رو باید بنویسید عین من. من تکالیف هم میگم انجام دادم اینجا، شما هم باید دستنویس بنویسید. حالا من تایپ کردم، شما باید دستنویس بنویسید. ترجمه ها رو باید دستنویس بنویسید، یعنی از همین فایل پی دی اف نگاه کنید دستنویس بنویسید. این جدول قواعد رو باید کارت تهیه کنید. دیگه فکر نکنم از این واضح تر بتونم بگم. این مکالمه ها رو 6 تاشو اینجا می نویسید. من 6 تاشو نوشتم. اینا رو هم از متن درس برداشتم. به من از هوا رو اینا رو از متن درس برداشتم. سخنان حکیمانه رو هم باید از همینجا نگاه کنید. داخل جزوه‌تون ندارید. من حذفش کردم. سخنان حکیمانه رو از اینجا ور می دارید. و داخل این برگه ها 6 تا می نویسید. یه دونش لله اسماء الحسنا بود که از اینجا برداشتیم. پس این تکالیف هم گفتیم انجام ندید. این شد تکالیف شما. خسته نباشید. ممنون که متشکرم. بچه‌ها باشن که من یه سری توضیحات دارم در مورد هفته آینده. بچه ما تکلیف هر روز همان روز رو ما از ابتدای هفته گفتیم. خب بعضی از بچه ها دارن اجرا میکنن، بعضی ها هنوز شروع نکرد. حالا هفته آینده حتما این کار رو انجام بده. ما هفته آینده ممکنه توی ست الان کسی چیز تایپ نکنه. علی خانی ما منتظریم شما تایپ نکنی که ادامه بدید. متشکرم.
آزمون احتمالا هفته آینده آزمون اجتماعی دوشنبه خواهید داشت، سه شنبه آزمون زبان و پنج شنبه آزمون ریاضی. ولی قطعیش رو ما تو برنامه توضیح خواهیم داد و اینکه چه فصلهایی خواهد بود و توضیح خواهیم داد. اگه اجتماعی امتحانش باشه سه تا درس آخر هست. حالا اینا رو بهتون توضیح میدیم. اگر قطعی بشه فردا یا امروز بهتون اطلاع. اگر ما آزمونامون شروع بشه بچه‌هایی که تکلیف هر روز همون روز انجام ندادن به مشکل می‌خورن و من هیچ کاری نمی‌تونم ازش بکنم. از الان بگم بهتون که از شنبه خیلی مهمه که شما تکلیف هر روز همون روز انجام بدید. اگر این کارو نکنید بعد به مشکل می‌خورید. چون یه دفعه مثلا روز یک شنبه باید درس بخونید واسه دو شنبه آماده بشید. اگه تکالیف شنبه رو انجام نداده بشید مجبورید یک شنبه بعد از اون انجام بدید. بعد به مشکل می‌خورید. اینو مد نظرتون باشه. من تکالیف هر روز همه روز و چند تا از درس ها رو امروز صبح چک کردم. اینایی که میگم و من تشویقشون رو ثبت میکنم. آقای پیشوا حفیظی عجمی کردم سلطانی مفیدی کلاس 2-3 2-4 بهزاد توکلی طاهری فروتن نجم آبادی شهبازیان محمد رضایی به تقیفون تشویقشون رو ثبت میکنم. خود تکالیف هر روز همه روز. یه نکته ای بچه در مورد آزمون های آنلاینی که قبل از عید انجام شد، ما خیلی تاکید کردیم که اسما رو به فارسی بنویسید. امروز آقای رحیم نژاد به من گفتن چند نفر از بچه ها اسماشون رو به انگلیسی باز نوشتن که آقای رحیم نژاد به مشکل خورده توی نتایج گرفتن. اینو نکاتی که ما قبل از آزمون میگیم کامل باید اجرا بشه دیگه. از دفعات بعدی اگر اجرا نشه از نمره امتحانتون کم میکنم. یه نوشتن یه اسم زبان فارسی خیلی کار سخت نه. یه نکته آخر هم من بگم در مورد کسایی که تکالیفشون رو حالا کامل انجام دادن تو طول این یک هفتگی گذشته، حالا تا امروز که من چک کردم، یعنی اگر دیروز رو که هنوز چک نکردم وقت دارید که میشه. آقای پیشوا، ترابی، تعظیمی، حفیظی، داورپناه، رحیمی، صداقت، عباسیان، عجمی، عسکری زاده، فاضلی، فرجادین، کرم سلطانی، کیا، محمدی خواه، مفیدی، میسمی و حراتی. اینا تکالیفشون کامل بود که من تشویقشون رو ثبت میکنم. البته یکی دوتاشون رو من شک دارم، حالا باز بررسی میکنم. بهزادی توکلی، جهانگیری درخشان، ایربود، رضایی سلیقه‌راد، شهبازیان طاهری، عزیزیان فروتن، اقدم، کاظمی، کمالی، محمد باقریان، مهریزی و نجم آبادی هم کامل بوده که من تشویق سر میکنم. مدنی و محمد رضایی هم بایدی بررسی کنم پس اگه سر کنم. فقط اینا عالی بودن، دستون درد نکنه. خیلی خوب، اگر سوالی هست بچه ها بپرسن، اگر نه خسته نباشید. فردا نیمه شعبان هست، هم بهتون تبریک میگم عید و انشالله که خوش بگذره. خسته نباشید، خدا نگهدار. پس اگه سوال داریم تو بمونه، من دونه دونه میگم بپرس. کامیاب بپرس سوالتون. سلام، حوصله من میاد. سلام سلام بفرمایید. تکلیف آخرت